به ادامه گفتگوهای ویژه با نامزدان ریاست جمهوری و معاونانان گفتگوی داریم با محمد محقق معاون دکتر عبدالله عبدالله. آقای محقق جان سپاس از شما. تشکر جناب کوکرسی. آقای محقق شما میدونین در افغانستان درباره شما بسیار نوشتن و شما از چهره های هستین که دیدگاه های متفاوتی در رابطه با شما از طرف طیف وسیع از اقوام اقشار و از نویسنده های متفاوت نوشته شده و گفته شده. شما خودتان آن چیزی را که فکر میکنین که تا به حال مردم درباره شما نمیدانن چی بوده و یا اگر خودتان بخواین درباره خودتان حرف بزنین چی میخواین بگوین به مردم که آقای محقق کیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به ملت عظیم شان افغانستان، سلام بر شهدای عزیز و گرانقدر انقلاب اسلامی در دهه جهاد، مقاومت و در شرایط فعلی. تشکر از شما که به خاطر مصاحبه تشریف آوردین. خب مردم شاید خوب یا بد قضاوت میکنن، در اجتماع که بودیم هر کسی موافق داره و مخالف داره، و کسی که موافق و مخالف نداره او در حقیقت انسان هم نیست، برای از اینکه مثل سنگ میمونه. نسبت به سنگ هیچ کسی نه طرف دار است نه بی طرف است. اونجا افتادگی یک کسی که انسان هست و فکر داره حتما موج مخالف و موافق ایجاد میشه. خب هر کس هر چیزی، شاید معلومات راست یا دروغ بعضی دارن درباره من، و من خود یک آدم، یک مسلمان طرفدار تفکر اسلامی معتدل و طرفدار یک افغانستان آزاد مستقل بیطرف، و یک کسی که به همه جهانیان به تناسب مشترکات خواستار یک تعامل دوستی هستم. یک آدم، نه یک آدم افراطی هستم و نه یک آدم بسیار بی‌بندواری که در هیچ ارزش برش بند نباشم. یک آدم میان هستم. حال میخوایم باقی محقق دیدگاه های شما را در رابطه با رویدادهای داغ کشور که بیشتر حالا این روزها از جرگه گفته میشه، جرگه پایان یافت، بیشترین نظرها در جرگه در این رابطه با امضای توافقنامه دو جانبه امنیتی با ایالات متحده آمریکا مثبت بود، اما رئیس جمهور دیدگاه های دیگی را مطرح کردن در اونجا. شما توصیتون برای جمهور چیست و دیدگاه های شما در رابطه با این توافقنامه چی هست تا چه پیمانی میتونه این منافع ملی افغانستان باشه؟ اولین که در سطح کل افغانستان کشور است مستقل با حاکمیت ملی، از نگاه قوانین بین المللی حق داره با هر کشوری وارد توافق نامه شود و پیمان امضا کنه و توافق نامه امضا کنه، و در این رابطه هیچ کسی افغانستان را توصیه نمیتونه که با کی توافق نامه امضا کنه با کی نکنه، یا دور یا نزدیک، شرق یا غرب، یا مسلمان یا غیر مسلمان. ما عضو جامعه جهانی هستیم، میتونیم با هر کشوری مناسبات خود به اساس اون شرایط کشورمان او را پیمان ببندیم و توافق کنیم. در رابطه با مسئله خاص پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا که این روزا بحثش بود، اصلی از این پیمان یک مرتبه تصویب شده در پارلمان افغانستان که پیمان استراتژیک با آمریکا امضا شد، و در اونجا یک از ماده هایش است که زمینه از این یا متصل از این پیمان دو جانبه امنیتی هم امضا شد. فکر میکنیم که پارلمان افغانستان اجازه داده، این اگر سیاست های کلی نظام هم باشه پارلمان گفته که آقا کار بکنه. این در سر جزئیاتش که چی در اینجا در نظر گرفته شده یا چی نشده، یکی دو مورد هم میگفتن جناب رئیس جمهور که اینا با هم اختلافی بوده با آمریکا، یکی مسئولیت قضایی دادن به سربازان آمریکایی از نوحی افغانستان، یعنی اونا میتونن باز خودشون محاکمه کنن اگر کسی گناه کنه، و یکی هم مسئله تلاشی و رفتن به خانه ها به خاطر تعقیب تروریست ها. همین دو چیز میگفتن که با لوی جرگه در میان میگذاره. ما هم گرچه نیمی موضوع هم از وظایف و صلاحیت های پارلمان افغانستان میدونیم که باید اونا امیره برای رئیس جمهور بگوین،
چون اونا یک نهاد قانونی هست و یک نهاد منتخب مردم است. بر اساس انتخابات شده مردم رأی گرفتن و جناب رئیس جمهور که ماشو بر اینجا قاطی میکنه و میپزه که هم منتخب هم غیر منتخب، حال پارلمان افغانستان یکی از 17 کاتگوری بود که در اینجا اشتراک داشت، در حالی که تصمیم گیری در این چنین مسائل از صلاحیت استثنایی و خاص پارلمان است. خب اینا را با یک تعداد افراد و اشخاص شخصیت والا محترم هم باشه ولی چون نمایندگی از مردم نکنه این را آوردن گرد کردن. خب کار خودش بود، ما به این مسئله ای را یک مجرای قانونی نمیدانستیم برای تعقیب چنین پروگرام های. ولی وقتی که آمدن خواسته بودن، خب اونا که آمدن بیچاره خب گفتن که تحقیق کردن، بررسی کردن که این شوه و او شوه، باز به رئیس جمهور گفتن که کار بکن. باز رئیس جمهور گفت که برادر اگر ما سعی کنیم که اگر انتخابات شفاف کردن یا امریکایی ها و سلح آوردن و باز امضا میکنم اگر نه نمیکنم. یعنی که پایش اگر قسم بود که ما زیاد نفهمیدیم که اگر سلح بخواید بیاره بعد از او رئیس جمهوری کار بکنه، خب سلح ممکنه یک 5 سال 10 سال دوام کنه، یعنی بعد از 10 سال امضا میکنه، بی ابهام داره نه؟ یا مثلا امنیت بیاره، خب امنیت خدا من چه وقت تامین میشه که باز رئیس جمهور 2 سال 5 سال چه وقت امضا میکنه ایره؟ باز تا او زمان رئیس جمهور نیست، رئیس جمهور خود 6 ماه حکومتش مانده. دیگه این ابهامات بود که در کلمات رئیس جمهور بود. یا لویجرگی را جمع نمیکردن برزی که این لویجرگی مشورتی در قانون اساسی ما این چیزی نیست. لویجرگی که در قانون اساسی است برای 3 هدف معین است و او هم کل اعضایش تعریف شده است که اعضای انتخابی است. هر 2 اتاق پارلمان است، شوراهای ولایتی است، رئیس های شورای ولسوالی است. این که رئیس جمهور به دلخواه خود یا والی هایشون به دلخواه خود از هر جای هر کسی بیاره، این لویجرگه نمیشه. اول جمع نمیکردن، اگه جمع کرد بود که جمع کرد به گپ زنا که احترام میگذاشتن دیگه، گفته بود بکو اگه چش من امضا میکنم. حالا آقای محقق نگرانی شخصی شما چیست؟ اگر این توافقنامه امضا نشه شما فکر میکنین که نیروهای ایالات متحده آمریکا افغانستان ترک خان گفت؟ اونطوری که تجربه ثابت شده خامو همو ترست دیگه، حالا در بعضی کشورها که همو مسئولیت قضایی رو نپذیرفتن باز همی توافقنامه نشد، که نشد خب برامدن دیگه نمیشنن. ممکنه در افغانستان هم اگه توافقنامه امضا نشوه اونا براین برامدن ازم طبعا عواقب مثبت و منفی زیادی در منطقه داره، خصوصا دیگه افغانستان از نگاه اقتصادی فلج میشه، از نگاه امنیتی فلج میشه، مسئله سرمایه گذاری ها صفر میشه، مردم پولای خود میکشن. افغانستان به کشور بسیار بسیار بدبخت و خرابت تبدیل میشه، پیامدهایش همی هست. بحث دیگه آقای محقق، میخوایم دیدگاه شما رو در رابطه با سیاست های داخلی در کشور پس از انتخابات بدانیم. شما در گذشته ها علاقمندی نشان داده بودین برای تغییر نظام و حرفای هم در این رابطه با دوستانتان در اتحادهای متفاوتی که شکل گرفته بود داشتین. حالا چگونه می اندیشین؟ در تیمی که شما حضور دارین آقای دکتر عبدالله عبدالله گفتن که می خواهن نظام را از ریاست جمهوری به یک نظام پارلمانی تبدیل کنن، او هم در صورتی که فرصت به دست بیاید و شرایطش مساعد باشه. شما در این چگونه میاندیشید؟ یک دوسته پروگرام هست که ما در دراز مدت انشاءالله اگر تیم ما برنده شود در نظر میگیریم، از مجرای قانونیش البته. یکی خب صدارت ساختن نظام است، که نظام صدارتی طبعا یک نظام است که دسترسی مردم به حکومت از طریق نمایندهشون آسان تر است، چون رئیس جمهور در قانون متوری هست که زیاد رئیس جمهور در چنگال مردم دیگه کمتر هست، حتی من پارلمان هم زیاد خواسته نمیتونه. این رقم یک حکومت بالا بشینی غیر پاسخگوی به نفع ملت ها نیستن، خصوصا در افغانستان. ما میخواییم صدارتی بسازیم نظام را که رئیس جمهور حالت امو سمبول ملی باشه ولی کارهای اجرایی را بیشتر صدر اعظم بکنه و صدر اعظم هم در دسترس مردم باشه، به این معنا که هرگاه نماینده های ملت از او پروگرام رو بخواه که ایره تطبیق بکو و برش پاسخگوی باشه یا یک کار نکو باید پاسخگو باشه
و همیشه در دسترس باشه، حتی برکناری صدر اعظم بتانه. و این کار شما میفهمید که فعلا نمیشه تا مو از مجرای قانون اساسی لوی جرگه خواسته شد و یه تعدیلات خود مردم افغانستان بیاره. این کدام نفع شخصی کس در اینجا نیست، به نفع مردم است که مردم حق حقوق خود را تثبیت کنه در قانون که بتانه نمایندهشان از صدر اعظم پرسان بکنه. درست. شما در گذشته از حکومت‌های غیر متمرکز که بیشتر مردم فکر می‌کردند به نوع فدرال باشه، تفکر مردم این بود. آیا شما از حکومت فدرال حمایت نمی‌کنید؟ راستش من درباره از فدرال خو یک نظام بسیار خوب است در دنیا. در بسیار کشورها که رفتیم فدرال است، مثل آلمان و مثل استرالیا و اینا، بسیار هر کدامشون پارلمان‌های محلی دارن و به قوانینشون بعضی‌ها متفاوت است. درباره فدرال ما تا هنوز به این نتیجه نرسیدیم که در افغانستان چنین نظامی زیاد مفید است یا که مفید نیست. اما در قسمت غیر متمرکز سازی یا دیسنترالایز ما به این باور داریم که ما مردم را در سرنوشتشان شریک بسازیم. مثلا پروژه های انکشافی را عوضی که از مرکز همه چیز تمرکز داشته باشه، ما پروژه ها را به دو بخش میکنیم. یک پروژه های کلان ملی است مثل شاهراه ها و دیگه بعضی پروگرام های کلان که حکومت از مرکز بودجهش تصویب بکنه و اجرا کنه. یک پروگرام های خاص ولایتی است که ترجمه حمایتی است که یا همو ولایت ها دوباره تصمیم بگیرن یا حداقل در سطح زون های هشتگانه اینا دوباره تصمیم گیری همه پروژه های انکشافی مربوط به خودشان باشه. یک قسمتی از بودجه مثلا 40% 50% بودجه محلی باشه که اینا دوباره سرک و مکتب و خدمات اجتماعی و ده ها مشکلات و ضرورت هایی که دارن خودشان در او باره تصمیم بگیرن. یعنی اختیارات بیشتر به شورای ولایتی دادن. این زیاد با تغییر قانون اساسی هم ارتباط پیدا نمیکنه، چون در ماده 138 قانون اساسی ما به صراحت آمده که حکومت مرکزی نظامی کیفیت خود به خاطر تسریع و بهبود کارها میتونه که به ولایات یعنی به اداره محلی اختیارات بیشتر بده. پس میشه که به می چوکات در راستای می قانون ماده 138 با قانون پاس کنه پارلمان افغانستان و اختیارات را منتقل کنه بخش از بودجه را به چیز شوراهای ولایتی و در انتخابات در انتخاب والی ها به یک نحوی نظر خود اونا داده بتانند. مثلا یعنی والی ها را شما طرفدار انتخابی شدنشون یا یک مرتبه است که انتخابی که بخ مستقیم رای میتن که شاید او قدر انتخابات زیاد افغانستان حداقل در شرایط فعلی نتون، حداقل مثلا شورای ولایتی شان که وقت منتخب مردم هستن اینا چند گزینه را به مرکز پیشنهاد کنه، 4-5 گزینه را که شما از بین از اونها که یعنی اونها هم در اما حاکم به خود حداقل دخالت داشته باشه. آقای محقق، یک مسئله مهم دیگه در افغانستان گفتگوهای صلح با طالبان و مخالفان مسلح دولت افغانستان است. شما همانگونه که حکومت افغانستان این سیاست گفتگو را با طالبان آغاز کرده با اینا موافق هستید یا نه، و یا از دید شما چه تغییری باید در این سیاست ها وارد شود؟ به هر حال گاهی وقت است که پروگرام های اشکال داره که به جایی نمیرسه، که ما در هست پروگرامی که جناب رئیس جمهور رو تعقیب میکنه حرف داریم که با این رویش و با این رفتاری که جناب رئیس جمهور داره به جایی نمیرسه. و دوم مسئله یک گاه هست که خود شخصیت ها هم گاهی وقت با هم فید نمیشن دو طرف. یعنی رئیس جمهور ما به هر قسم بود در 12 سال نتونست که مشکل خود با طالبا و کشور همسایه محل کنه و این مسئله خب شرایط قانونیش هم برابر شده که رئیس جمهور وقتش پوره میشه. اگه تیم عوض شده ما فکر میکنم اگر مردم بپذیرن در انتخابات تیم نو بیه، ما بسیار باور دارم که این مشکل حل میشه و راهکار جدید بیه و تیم جدید. و ما باور دارم که جنگ نه به نفع ما است، نه به نفع کشور همسایه ما است که اونا به نحوی پایش در قضیه دخیل است، و نه به نفع طالبا که اونا
اونا هم خوب ادعای اسلامیت میکنه بالاتر از امی حکومت فعلی ما و بالاتر از ما. پس چه بهتر که همه ما هم مسلمان هستیم هم وطندار هستیم، یک راهکار نو را پیش بگیریم که جنگ نشه و هر مشکلی را میخوایم حل بکنیم از طریق آرای مردم حل کنیم. بله، شما در دوران مقاومت تجربه شناخت از طالبان را دارین، شما با اونا جنگیدین، آیا فکر میکنین اونا با این که با نظامی که آقای کرزی هست در طول چند سال گذشته مشکلات داشتن، چه چیزی اونا را خاطب داشت که با نظام آینده که میاین با اون مشکل نداشته باشن؟ با اون شعاری که اونا میتن که این هر نظامی که در افغانستان میاین انتخابات را اونا نمیپذیرن و همچنان در مورد حکومت هایی که اینجا میان میاین اونا را دست نشانده غرب میخوانن، پس با این طرز تفکر فکر میکنین با شناختی که شخصا خود شما دارین آیا صلح با طالبان ممکن هست؟ گرچه در گذشته طالبا بسیار تندرو بودن، راستی که تصور گفتگوی صلح و مذاکره یک تصور باطل به نظر می رسید با اونا، ولی بعد از 12 سال جنگ شاید اونا تجربیات را به دست آورده باشه، چون اول جهاد ما هم بسیار داغ بودیم، همچون که طالبا در اول مقاومت داغ بود، ما در طول 13-14 سال جهاد کم تعدیل شدیم، تعدیل شدیم و اکثر پروگرام ها و گپای نو سیاسی را روی دست گرفتیم. ولی طالبا هم بعد از 12 سال جنگ فکر میکنم که کم تعدیل شده باشه، چون طالبا معمولا جوان میان و جوان که داغ است و همه چیز میخوان با اسپکی دواندن همه چیز را پیاده کنن. او رقم به نظر من که اونا هم به تجربیاتی در زندگی دست یافته باشن که گره که به دست باز میشه حاجت دندان نیست. همی تفاهم برای حل است، تفاهمی که اگر اسلام میخواییم قوانینش در افغانستان پیاده کنیم همی با گپ و با صحبت و با فیصله های شورا و با اینا میشه، نه این که هر کس از جیب خود یک اسلامی بکشه و بگه یعنی اسلام است قد از همه کسه در گوه. فکر کردین آقای محقق که هم شما بخش از مقاومت بدین و هم آقای دکتر عبدالله که شما هر دو در این تیم هستین، چطور طالبانی که برای این رژیمی که آقای کرزی حتی طالبان را تا سطح برادر خطاب کرده است با اونا راضی نشدن با گفتگو، چگونه با شما با گفتگو راضی میشن؟ البته جناب کرزی صاحب اونا من نمیفهم که ناسازگاریشان دیگر شاهای هم داشتن یا نداشتن، ولی یک از گپا میسته که طرف اصلی، دو طرف اصلی جبهه مقاومت و جبهه طالبا بود، اگر اینا به تفاهم برسن مشکل حل میشه. یک گرچه نظام کرزی صاحب بیشترش با طالبا در جنگ بود اما خود شخصا نبود، شاید اونا ملاحظات دیگه پیدا کردن، مثلا خب آمدن غرب و امریکا و قوات های بین المللی اینا هم برشان یک مسئله باشه دیگه، شاید ملاحظات دیگه هم باشه که اونا کنار نیامدن که نیامدن اگر نی رئیس جمهور بسیار راه ها را طی کرد. آقای محقق درباره شما گفته میشه که شما از دوستان رئیس جمهور هستین و هرگاهی که خواستین شما تونستین با رئیس جمهور ببینین و در شما هم در مورد گفتین که خب برای رئیس جمهور احترام دارین، شما خودتان رئیس جمهور کرزی چگونه یافتین و صرف نظر از اختلافات سیاسی شما اگر خودتان دربارش گاهی ابراز نظر بکنین چگونه دربارش نظر میدین؟ من از نگاه شخصی واقعا رئیس جمهور کرزی با هم رئیس دوست هستیم و رفیق و خیلی با هم عاطفی هم هستیم، خوش دارم رئیس جمهور، اما از نگاه روش های کاری شدیداً متفاوت هستیم، هم در مثلا در تفکر سیاسی. مثلا من یک آدم هستم که میگم دموکراسی بدون حزب نمیشه، باید ما احزاب سیاسی در افغانستان نهاده نکنیم، احزاب قدرتمند و صاحب نفوذ را، احزاب خردریزه هم حق دارن، اینا باید
خود جمع کنن، جمع کنن مثل به قید دنیا احزاب ملی کلان به وجود بیارن، سه چهار تا حزب باشه در افغانستان یا چهار پنج تا حزب باشه که اینا بتونن برنامه داشته باشه مثل به قید دنیا. دموکراسی ها بدون احزاب معنا پیدا نمیکنه. ولی رئیس جمهور هیچ گاهی حاضر به این نیست که حزب ها در افغانستان پای بگیره. و این دموکراسیشان دموکراسی یک نوع دموکراسی سلطنتی است که پادشاهی باشه و خودش بسیار خوش داره که مثل یک پادشاه باشه، همه هر چی میگم او شبه و قانون هم دیگه زیاد ملاک نباشه دیگه. مثلا لوی جرگر اگه جمع میکنه در قانون نیست، خودش به دل خود کار کرده بره، شورا مورا اینا رو میگه چند نفر جمع شدن اونجا هست دیگه. این ترک فکر داره، ما با این فکر شدیدن مخالف هستیم. و همچنین در قضایای تطبیق پروژه های انکشافی هم ما تفاوت های نظری زیادی داشتیم که من طرف داره انکشاف متوازن هستم، ولی شون گرچه آدمی و هم طرف داره همه مردم افغانستان است، اون تا زیاد دقت داری نمیکنه که کی گرسنه مان، کی سیر مان، در کجا کار شد، در کجا نشد. و الهی در 12-13 سال این 3 تریلیون دلاری که خرج شد، بعد رئیس جمهور پروژه ها را به شدت مراقبت میکرد، حاضر میشد، در هر جای کار میدید، کیفیت کار میدید، خودش، معاونینش دیگه. ولی نه دیگه در برج آج، در قصر که اون ششته دیگه فقط بسیار میسفید بازی زیاد میکنه دیگه. این قدر سیاسی که در دوران رئیس جمهور هر سیاسی شد، این قدر که مردم هر روز میبینه و میبینه، بیشتر کار سیاسی میکنه تا یک کار آبادی بره مملکت. آقای محقق، یک دیدگاهی وجود داره که گفته میشه آقای کرزی شاید یک دلیلش که نتونسته بیشتر کار بکنه در پلوش این مراکز قدرت هستند، که هر کدام از اینا در هر جا قدرت بیشتر، حتی در برخی مورد حتی قدرت بیشتر از نظام را دارند. در یک موردش حتی با شما هم اشاره میکنند که از یکی از همون شخصیت های پرقدرت و پرنفوذ در افغانستان بودین، که شاید رئیس جمهور و قدر خود مستقل فکر نمیکرد. شما این نظر تایید میکنین یا رد میکنین؟ ما هیچگاه در هیچ کار حکومت مداخله نکردیم که شوه این نشوه، این چرا میشه، این نمیشه. ما تقریبا سربراهترین آدمی که در افغانستان بوده ما خود احساس میکنم. کدام موارد کسی بره بگه که این کار حکومت میکرد و فلانی مانع شد. هنوز هم ما تحریک کردیم حکومت را که بیه به کار، بیه به صحنه. هیچ گاهی مانی به اصطلاح چوب لای چرخ حکومت نگذاشتیم به هیچ جایی. اگر اونطور باشه میتونه کسی شاید بره که من این جای حکومت این کار خوب میکرد و مانع شد. آقای محقق، یک انتقادی که در افغانستان وجود داره از احزاب، بگونیه که این احزاب بیشتر بگونی موروثی هست، رهبران این احزاب کسانی که در گذشته ها بودن یا دوستانشان یا قارب و خویشاوندانشان دارن به رهبری این احزاب گماشته میشن. دو، احزاب بیشتر در برخی مورد قومی هستند، فراقومی یا در سطح ملی نیستند که در سطح تمام اقوام کشور باشن. چه چیزی به فکر شما مانع از این شده که احزاب نتونن در تمام کشور، در بین تمام اقوام و ملت‌های از این کشور حضور داشته باشن و بتونیم اونا را به نام احزاب ملی در کشور بدانیم و اما انتخابات در درون خود از این احزاب هم نهادی نشه؟ درست است، حکومت ها خب نباید موروثی باشد، چون سرنوشت یک کشور، یک مملکت به دست یک خانواده که بود میشه مایه بدبختی است. در گذشته هم اینطور بوده، خالص باید تغییر کنه. در این مرحله هم ما طرفدار زیستیم که هم تیم تغییر کنه و هم دیگه حالت موروثی بودن خلاص شه. در رابطه با احزاب سیاسی، شاید هم احزاب چون فرصت داده نشده برشان، هیچ حق برشان داده نشده که تا اینا تجربه شبه که اینا همو کار درست میتونن نمیتونن، احزاب در انتخابات حق رای گرفتن ندار. من عنوان انفرادی نفرایش اشتراک میتونه، اما حزب من حزب حق رای گرفتن نداره. هر قدر مزاحمت کشیدیم این رئیس جمهور نگذاشت. میمونه در ارتباط خود از یکی
احزاب خانوادگی میشه و نمیشه. شاید بعضی احزاب همینطور باشه، ولی در تجربه وقتی که میدان داده شده کم کم تغییرات میه، به شرطی که احزاب بهش میدان داده شده. اما شخصا حزب خود ما خود من اینطور باور ندارم، ولی از اینکه من به حیث رئیس حزب انتخاب شدم در کنگره حزب، معاونین از ولایات مختلف از اقوام مختلف است و میراثی گفته نه اولادای ما تانوز یک دیگاهش که خورده استن درس میخوانند، در سیاست هم نیستن، یک تاش که کلان از درس فارغ شده بیشتر در اون کارهای خانواده و مصروف روزگار است. هیچ گونه در حزب ما دخالت نداره از اولادای ما. آخرین باری که در درون حزب انتخابات را برگزار کردین چه وقت بود؟ انتخابات را من 2 سال پیش کنگره حزب برگزار کردم. دیگه اونجا دمی هتل آریانا هتل برگزار کردم. دیگه اونجا اونا مرا انتخاب کردن به ریاست حزب. چند سال انتخاب؟ کنگره ما بر 5 سال انتخاب کردن. و این انتقاد را هم میپذیرین که گفته میشه خلاف آنچه قانون اساسی افغانستان میگه بیشتر احزاب و حزب شما هم تنها از یک قوم بیشتر نمایندگی میکنه؟ البته احزاب اشکال داره که خواستگاه احزاب که بین قوم بود بیشتر از اون قوم در اون شامل میشن. بله. از ما هم از قاعده مستثنا نیست، ولی این طرم نیست که کلا از یک قوم باشه، ولی از اقوام دیگه هم هست، شاید هزاره ها پررنگ تر باشه. بله. ولی تلاش رو میکنین که به اقوام دیگه هم. آقای محقق، یک اتهامی که با شما وارد میکنن، در برخی موارد گفته میشه که شما رابطه خیلی نزدیک با جمهوری اسلامی ایران دارین، در رابطه با این گونه حرفا چی میخواین بگوین؟ البته که بدون شک ما با کشورهای همسایه ما رابطه دوستی داریم. ما با همه کشورهایی که با ما هم سرحد هستن با اینا سلام علیکم و رفت آمد داریم، از ازبکستان و تاجیکستان شروع که سطح بالاتر میشناسیم کلانایشا، و باز چین هم البته روابط با سفارتشان ما رو میشناسه، رفت آمد مناسبات داریم، از پاکستان مناسبات حسنه داریم، چند دفعه دعوت شدیم، با صدر اعظمایشان دیدیم، با کلانایشان، با ایران هم مناسبات دوستانه داریم. اما اونطوری که تعبیر کنم که هر مناسبات دوستانه به معنای عزیزه که باز ما زیر تاثیر سیاست های از اونا باشیم، این موضوع رو باید از هم تفکیک کرد. ما از خود کشور مستقل داریم، ما از خود سیاست های مستقل داریم، منافع ما در بسیار موارد منافع ملی ما علاحده هست. در سطح کلان ممکنه کل کشورهای منطقه اکثر منافع مشترک داشته باشن، اما هر کشور منافع مستقل خود داره و ما کدام تأثیر پذیری از اونا نداریم، اما در رابط دوستانی با همه کشورهای همسایه خودمون داریم، با دیگه جهان هم دوست هستیم و این را نباید تعبیر کنن به یک وقتی ما دوست بودیم با یک کشورها، بعد از او حتما و حتما از سیاست های از اونا تبعیت میکنیم. و شما میفهمید که در رابطه با قضای حضور امریکا در افغانستان و جامعه جهانی نظرات جمهوری اسلامی واضح است، بسیار شدید هم هست که میگن هر چه زودتر قوات های خارجی برای از افغانستان و اینجا نباشن، اما ما خب یک سری منافع داریم، منافع علایده داریم، تناسب خود با کشورها میسنجیم و اونم شما دیدین که ما از پروگرام حضوری جامعه جهانی در افغانستان در چوکات معین و شرایط معینی ما استقبال کردیم و مخالفت نداره. بله. پس این نشان میده که این گپیره که بعضیا همونطور ناجوان مردانه میگن، اینا را دلخواه خودش است میگن، واقعیت نداره. بله. در یک مورد شما خودتان در یک از نوشته هایتان تذکر داده بودین که
در انتخابات گذشته قصد حمایت از دکتر عبدالله را داشتین، اما آقای جنرال دوستم که از دوستان شما و از همکاران شما در یک اتحاد انتخاباتی بود توقع داشتن که از آقای کرزی حمایت بکنن و در اونجا یک تذکری هم شما دادین که دوستان ترک هم بارشان این بود که شما از آقای کرزی حمایت بکنین. این برخی دیدگاه ها را به وجود آورد که گویا بیشتر شما در بدون آن که با توجه به منافع ملی تصمیم بگیرین به حرف های این بیرونی ها بیشتر گوش میدین. این شما حقیقت میدانین و یا چرا به این گونه چیزها در اطراف شما گفته میشه؟ علتش؟ گرچه من نمیخواستم که بازم ماو جنرال صاحب گپای پج جات شود بیشتر هم گفتم. ولی فرصت شاید باشه که ولی خب بال خلاف از پروتکلی که ما شما داشتیم شما گپ جنرال صاحب در بین آوردین. من به جنرال صاحب دوستم احترامی بسیار زیاد دارم، دوست ماست. حد دخل 22 سال است که دیگر میشناسیم، با هم دوست هستیم. موزیگیری های متفاوت ما در بعضی مسائل سیاسی هیچگاه تاثیر در مسائل استراتژیک و کلان ما نداره. با هم این دوستی ما انشالله دوام خواهد کردن. در رابطه با کشورهای همسایه هم هر کدامی گرایش ها و علایق های با یک جناح و یک جهتی داره. شاید هم برادرای ترک ها گاهی وقت ترجیحشان همی بوده باشه که جمهور دومان حمایت کرده باشن. خب یک دوره بود که تیر شد دیگه، هر کس گزینه های هر کشوری که در افغانستان هست یک گزینه های پیش خود داره و ما هم گاهی وقت در رابطه با کشورهای مختلف دنیا دچار مشکلات هستیم دیگه. هر کدام اینجا که در افغانستان هستن یک نحوی میخواین یه مال سلیقه شوه یا رعایت حالشان شوه. گاه هست که اگر یک کشوری ملاحظیش در افغانستان در نظر گرفته میشه به اون معنی نیست که باز منافع افغانستان در نظر گرفته نشه. همه چیز در پیوند با منافع افغانستان سنجیده میشه. بله درست. پرسش دیگه میخوایم در رابطه به نظرتان بدانیم که افرادی که در افغانستان متهم به جنایات و جنایت های جنگی و همچنان نقض از حقوق بشر هستند، در رابطه به دادگاه کشانیدن از این افراد دیدگاه شما چی هست؟ البته ما مطابق قوانین افغانستان میخواییم که عدالت تطبیق شود و هر کسی که در افغانستان جنایت کرده یا میکنه یا در جریان است اینا باید که مطابق احکام شرعی جزا داده شد. اما یک مسئله پروگرامی کلان گذشته است که در جنگ های افغانستان از 30 سال به این طرف بسیار جنگ ها شده، این جنگ هایی که بعد صلح شدن بین هم دیگر یک سری مسائلش ایجاب میکنه، مقتضیات داره، صلح هم اصلا مقتضیات داره. وقتی که یک مصالحه ملی میشه باز بعد از او آدم دست پاگیر میشه دیگه که اول یک مصالحه شو باز بعد از یک خند از اونا رو بگیره که خب بنالی کسی در قدرت برسه باز بیاره عریفای خود انتقام گیری کنه دیگه کنه. اینا زیاد مسائلی هستن که باید در نظر گرفته شد، خصوصا وقتی قانون مصالح ملی پاس شد بسیاری از کسایی که در جنایت حال میکنن حتی در مطابق از قانونی است که اگر اونا صلاح خود بانو بیاره تسلیم شود باز اونا را مؤاخذه نمیکنن دیگه. این یک سری گپاست که هم باید عدالت در نظر گرفته شود هم معیارهای مصالح ملی و قوانین نام رعایت شود. بله. دوست شما آقای جنرال دوستم در آستانه انتخابات رفتن به انتخابات با یک اطلاعیه از حضورش در جنگ های داخلی و به نوع سهمش در اون جنگ ها پوزش خواست از مردم و عذرخواهی کرد. شما فکر میکنین که جوان بیدگی در گرد این قضایا هم باید اینچنین کاری رو بکنن یا نه؟ من پیشترم گفتم به نظریات جنرال به احترام دارم، اونا اگر احساس کردن که برشان این تکلیف بوده که باید معذرت خواهی بکنن کار خوبی کردن و ما با او کدام طرف اعتراض نداریم. هر کسی البته شرایط و اما جایگاه خود در نظر گرفته باید
پیش بره. واقعی محقق، وقتی شما با اون سالها مهندسین فکر میکنین از دید شما چه چیزی سبب شد که این گروه های متفاوت از مجاهدین به جان هم افتیدن و این مقاومت و جهاد مردم افغانستان در برابر روزها به بیراهه کشونده شد؟ نه، دلیلش چی بود که احزاب افغانستان وقتی به جهاد رفتن، اینا که من پیشتر هم عرض کردم حکومت کمونیستی آمد خن از نور گرفتن و اینا را به میدان آوردن، یعنی هزاران هزار نفر بردن و کشتن و سربنیست کردن، خب مردم خیستن به اینطور. اینا به یک پختگی نرسته بودن که اینا بر اساس یک برنامه بخیزن و دیگه انتخابات برنده شوند که او پروگرام اقتد بکنن. جنگ شد دیگه، جنگ و جنگ تا شکست خورد حکومت کمونیستی. حکومت کمونیستی هم موقع شکست خورد که به یک اتحاد نرسیده بودن امی احزاب سیاسی، به یک دیدگاه متحد برای حکومت کردن، تقریبا غافلگیر شدن اینا. اینا یک حکومت به دست از نرسیدن پاشیده از هم و بدون ایزی که نکنم برنامه بر حکومت آینده داشته باشن. هر کدام با دیدگاه خود، هر کسی از زن خود شد یار من، شعر مولانا که است، هر کسی از دیدگاه خود به این حکومت نگاه کرد دیگه. فلحاظا اینا تا به نتیجه رسیدن بسیار نابسامانی ها پیش آمد بینشان و تجربه حکومت داری نداشتن، یک دیدگاه مشترک و برنامه مشترک نداشتن، از خاطر نابسامانی ها پیش آمد دیگه. حالا مردم افغانستان فکر میکنن که بسیار به پختگی های رسیده باشه. آقای محقق، گاهی فکر میکنین که اون چیزی که واقع شد واقعا ثمره جهاد مردم افغانستان در برابر روزها شدیداً لطمه زد؟ طبعا سری تاثیرات ناگوار گذاشت، اما هیچگاه به اون معنا نیست که بازی جهاد شکومند مردم افغانستان در برابر یک ابرقدرتی که رو به زانو در آورد و جهان از شر کمونیسم نجات داد. که آقای کرزی هم در سخنرانی خود گفت که آمریکا از خیرات سر ما گفت که چی شد، ابرقدرت شد و پاکستان اتمی شد و ایران چی شد. اگه او حد مبالغه نکنیم، حداقل یک تاثیرات بسیار مثبتی را در آسیای میانه و کشورهای تحت اشغال شوروی و خب در منطقه گذاشت. یک پرسش که مردم میخواد بدانن که وجه مشترک شما با آقای دکتر عبدالله چی بود و چه چیزی سبب شد که شما در این اتحاد انتخاباتی رفتین با آقای دکتر عبدالله؟ بسیار وجه مشترک زیاد، مسلمان هستیم، مجاهد هستیم، وطندار هستیم، با هم در دوران سخت زندگی در جهاد مقاومت یک جای بودیم. خب سابقه شناخت طولانی داریم از هم دیگر، خصوصا در سالهای مقاومت با هم بیشتر آشنا شدیم، از نزدیک هم دیگر را دیدیم. بله، یکی از معاونانی که با آقای دکتر عبدالله هستند آقای محمد خان از حزب اسلامی هستند. در گذشته شما مشکلاتی داشتین با این حزب اسلامی، فکر نمی کنین که تعدادی از افرادی که از شما حمایت می کنین یا دوستانی که در حزب با شما هستند و یا هم از حمایتگرانتان از این اقدامتان رنجیده خاطر شده باشند؟ یک حزب اسلامی که است که جناب حکمتیار صاحب در است، او خو حزب جنگیست، او خو نه در انتخابات شاید اشتراک کنه و نه حکومت قبول داشته باشه، نه قدم هم شاید و قد از زیاد چی نباشه. یک حزب اسلامی است که او در 12 سال داخل افغانستان دم دموکراسی بوده و یک حزب را راجستر کردن به نام حزب اسلامی که در اساس آقای جناب آقای ارغندیوال است. دیگه در اینجا ائتلاف ما با آقای ارغندیوال است که رفقاش حدودا ده ها نفر در پارلمان افغانستان در چند سال بوده و ما هم از نزدیک شناخت داریم، مناسبات های خوب داریم. دیگه وطندار هستیم دیگه، با هم باید کنار بیم. بله، ولی فکر نمی کنین در بدلیل سابقی که در حزب اسلامی دارن اونا بگونی دوستانی که از شما حمایت میکنن کمی از شما آزرده خاطر شده باشن؟
نه خیر، مردم بسیار از استقبال کردن. ما خصوصا دمی محرمی گذشته ما در مراسم ما بسیار کلان کلان، ما دکتر صاحب عبدالله و جناب صاحب محمد خان در جا رفتیم و بسیار مردم خوش بودن از اینکه یک تیم بسیار جمع و جور وطنی مسلمان مجاهد با هم هستیم. آقای محقق، دوستی شما یا رفاقت شما با آقای رئیس جمهور کرزی گاهی شک و تردید دکتر عبدالله را درباره شما برنانگیخته؟ نه خیر، دکتر صاحب عبدالله هم با جناب کرزی صاحب اونا میانه بد نداره، البته نه به گرمی میانه. ما چند وقت پیش یک مشترکن رفتیم جناب رئیس جمهور دیدیم و گفتیم دیگه انتخابات است برادروار، پیش میریم رئیس جمهور باید در جایگاه حکومت به طرف خود حفظ کنه، تیم های برادری که هر کسی میرن انتخابات، هر کسی که برنده شد باید هنجارهای دوران حکومت کرزی صاحب بسیارش رعایت کنن، یعنی دموکراسی و دوستی و برادری و احترام شخصیت ها، علما، بزرگا، خصوصا رئیس جمهور، رئیس جمهورهای گذشته، اینا تقریبا با هم در تفاهم هستند در این مسئله. بله، برخی شایعات گفته شدن که شاید هم شما علت دوستیتان با رئیس جمهور بگونی باشه که رئیس جمهور از شما دعوت بکنه در یک مرحله که از یکی از نامزدان دیگر حمایت بکنین، این حرفا را چقدر درست میپنداری؟ رئیس جمهور دعوت پیش از ما کرده دیگه، باز اونا خب به اون نتیجه نرسیدیم پیش از اینکه با جنرال با دکتر صاحب عبدالله یک جا شایم با قرار بود که می رئیس جمهور جلسات داشتیم که با بعضی از کنده های دیگه نیچه بیاییم با هم باشیم، ولی باز ما به اون مسائل دیگه اون ملاحظات خود گفتم دیگه در فضای دوستانه شکل گرفته ای تیم، کدام چیزی بود پنهان است کسی نیست دیگه، رئیس جمهور هم شاید نور درک بکنه که ما دیگه موقعیت ما بگونه هست که ما یک تیم داریم دیگه. بله. آقای محقق، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان آقای عبدالله صالحی در برخی مورد اتهاماتی به شما بستند. در یک مورد معاون شما را به گفتن که اینا به یکی از کشورهای همسایه به استخبارات ایسای گفتن پیوند داشتن و همکاری میکردن، و در مورد رابطه شما هم، شما چگونه این تفکر برخواسته است، چی میدانین؟ مربوط به خودش از ما با صالح صاحب کدام مشکل نداره. آخرین پرسشی که میخوام از شما مطرح بکنم آقای محقق در رابطه این است که مردم افغانستان همه از 2014 نگرانند و به گونه کاهش میزان حضور جامعه جهانی یا سربازان خارجی در افغانستان و از سوی هم کاهش کمک ها برایشان نگران کننده هست. شما از چه بیشتر نگران هستید؟ ما از کار خود مردم افغانستان اینطور نگران هستیم که اگر کار خوب نتانن باز خراب میشه. اگر ما یک انتخابات شفاف خوب داشته باشیم که قناعت مردم افغانستان دوب باشه و قناعت جهان شه، فکر میکنم کمک ها به حد نیاز افغانستان صورت میگیره، و همچنین اگر ما بتانیم در یک تعامل خوب با جامعه جهانی باشیم، با حفظ استقلال افغانستان، با حفظ تمامی طرز افغانستان، با حفظ ملاحظات کشور همسایه که اونا نگران نباشن، اگر ما همیچه یک مانوری داده بتانیم و یک انتخابات خوب داشته باشیم نگران نباید باشیم. اگر نیک خدا نخواسته انتخابات هم گدوت شد و دیگه باز گپ ها گناه های دیگه شد، باز وقت دیگه حوادث غیر قابل پیش بینی خواهد پیش آمد. بله، کوتاه میخوام در رابطه با این که شما پیشتر هم گفتین که با رئیس جمهور یک رفاقت و یک دوستی دارین، با این بابی که میان شما از دوستی و رفاقت هست، در این یک مرحله حساس تاریخی در رابطه با امضای توافقنامه دو جانبه امنیتی چه مشوری برای رئیس جمهور میخواین بدین؟ برای رئیس جمهور ما مشوره ما است که ملاحظات
نظریات امیر لوی جرگه مشورتی را بکنند او در تفاهم با پارلمان افغانستان آنچه که خیر و صلاح ملت افغانستان است امرو تصمیم بگیرند. آقای محقق جان سپاس از شما. تشکر از شما. سلامت.